سلام عزیزان، امروز میخوایم خورشت کرفس و لوبیا بهتون آموزش بدیم که خیلی خورشت خوشمزه‌ایه. دوستان توجه کنید که این رسیپی با رسیپی اصلی خورشت کرفس متفاوته. اگر دوست داشته باشین رسیپی اصلی خورشت کرفس هم بهتون آموزش بدم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. توی این خورشت کرفس هایی که شستم از قسمت ساقه شروع به خرد کردنشون میکنم. سعی میکنم برش هایی که میزنم یک اندازه باشن. بعد از اینکه همه قسمت ساقه رو برش دادم، قسمت برگ کرفسم خرد میکنم و به خورشتم اضافه میکنم. دقت کنید توی این خورشت فقط از برگ کرفس استفاده کردم. با رسیپی خورشت کرفس اصلی متفاوته. بعد از اینکه برگارم خرد کردم، داخل ماهیتابه روغن میریزم، پیازمو توش تفت میدم تا سبک بشه. بعد از اینکه پیازم سبک شدن، کرفسامو بهش اضافه میکنم و همراه پیازم تفتش میدم. از پایین به بالا سبزی ها رو تفت میدم و برشون میگردونم تا ته نگیرن. در ظرف رو میذارم به مدت 5 دقیقه تا حجم کرفس ها کم بشه. البته موقعی که درش رو میذارم باید شعله کم باشه. کرفس ها رو که حجمشون کم شدن، ادویه ها شامل نمک، فلفل سیاه و زردچوبه، همین سه ادویه کافیه، بهش اضافه میکنم و هم میذارم تا همراه با ادویه ها تفت بخوره. یه قاشق غذاخوری رو بهش اضافه میکنم، مقداری زعفران دم کرده غلیظ بهش اضافه میکنم و مقداری دیگه تفتش میدم. حتما دقت کنید که نسوزه کرفساتون. آب گوشتی رو که گوشت رو توش پختم، گوشتاشو جدا کردم، صاف کردم، به خورشتم اضافه میکنم. نباید زیاد باشه، همینقدر که کرفسا کمی داخلش غوطه ور بشن، نه اینکه کامل آب روشون رو بگیره. یک لیوان لوبیای قرمز رو پختم، آبکشش کردم، به خورشتم اضافه میکنم. به مدت 40 دقیقه تا یک ساعت اجازه میدم که خورشتم جا بیفته. در انتهای پخت مقداری آب لیمو بهش اضافه میکنم. همین و همین سادگی یه خورشت مجلسی آماده کردیم. عزیزان این خورشت فوق‌العاده خوشمزه است. حتما درست کنید، کنار عزیزانتون میل کنید. از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید ازتون خیلی ممنونم. نوش جونتون باشه.